به نام خدا خوش اومدید به کانال فارماسیوتیکال ساینس امروز میخوام در مورد بندی مصرف دارو در بارداری براتون صحبت بکنم همونجوری که قبلا تو ویدیوهای قبلی بهتون قولشو داده بودم قبل از اون هم خوشحالم میکنیم که با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت بکنید خب برسیم به کتگوری اول کتگوری اول یا ردبندی اول بندی A هستش به صورت کلی این دارو مصرفش در زمان بارداری بلامانه هستش یعنی یعنی هیچ مشکلی برای اون فرد بیماری که این دارو مصرف میکنه ایجاد نمیکنه و هیچ مدرکی داله بر اینکه این دارو خطرناک بوده چه بر روی انسان چه بر روی حیوان گزارش نشده فولیکسید هم جز, د... جز داروی هست که توی دسته کتگوری A قرار میگیره کتگوری B خب این دارو می بی در مطالعاتی که انجام شده روی حیوان هیچ آرزه ای این دست کتگوری ها از خودشون نشون ندادن اه ولی اه روی انسان هم به اندازه کافی مطالعه ای انجام نگرفته و یا بالعکس در مطالعات حیوانی آرز در مطالعات حیوانی که روی اون, حیوان اون حیوانات انجام شدن که باردار بودن یه سری آرزه های نشون داده شده ولی خب در انسان هیچ آرزه ای مشاهده نشده کتگوری C توی کتگوری C خب در مطالعات حیوانی آرزه مشاهده شده و در متعالی مورد مطالعات انسانی هم به اندازه کافی گزارش هایی داله بر اینکه حالا این دارو در زمان بارداری مصرف میشه گزارش خاصی نبوده یا گزارشات کافی نبوده و این دارو رو که توی کتگوری C هستش در زمان بارداری زمانی شما میتونید استفاده بکنید که نفع این دارو از ضررش بیشتر باشه مثل چی؟ مثل آلمینیوم یا امپرازول این دارو این, این نوع داروها جزء کاتگوری سی قرار میگیرن گیرن تو زر... در زمان بارداری کتگوری دی کتگوری دی هم که خواب لایف ترتنینگ هستش یعنی یعنی برای اون اه اه نوزاد یا اون جنین که در بدن مادر هستش ممکنه که مشکل ایجاد بکنه و خطرزا باشه مصرف این دست از داروها خطرناک بوده فقط هم جای استفاده میشه که زندگی فرد در خطر باشه منظور اون بیمار هستش و داروی سیفتر یا ایمنتری از این داروی مورد نظر در دسترس دست نباشه این داروها جز دست داروهای کتگوری دی قرار میگیرن در زمان بارداری و کتگوری X و کتگوری آخری کتگوری X هستش که در این کتگوری اصلا نباید داروهایی که تو این کتگوری قرار میگیرن یا در این رده بندی قرار میگیرن نباید اصلا مصرف بشن و خطر مصرفشون خیلی بیشتر از سوده که از مصرف دارو به اون بیمار میرسه پس به صورت کلی رده بندی X واقعا رده بندی خطرناکی هستش برای زنان باردار خب مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت بکنین که باعث دلگرمی ماست